سلام علیکم خدمت شما دانشیون و نذرشت اتاق عمل و همه که که ویدیوهای منو دنبال میکنید ویدئویی که امروز داریم ویدیوی جراحی نیست اما یک ویدیوی آناتومی هست که بیس کار جراحی محسوب میشه و اون هم قلب کل قلب با عروق چمبرها دریچا و همه مواردی که وجود داره توی آناتومی قلب این رو به منزله شروع جرایی های قلبمون نگیرید لطفا فعلا وقت داریم چون که یه سی از جرایی های قبلیمون مونده و انشالله اونا رو بگم میایم سر زنان و بعد قلب خب ویدئو رو آقای دکتر مورتون تهیه کردن از ایشون تشکر میکنم بهشون ایمیل زدم که استفاده کنم از ویدئو هاشون تو این ویدئو میخوایم چه چیزایی رو آموزش بدیم یکیش لایه ها و همینطور عملکرد اون لایه ها در قلب چمبر ها یا همین اتاقک ها که بهشون میگیم ونتریکل و ایتریم که در موردشون صحبت خواهیم کرد که دهلیز و بطن ما توی فارسی بهشون میگیم همینطور در مورد عروق خود قلب که همون کروناری ها باشن و ورید ها خب قلب این شکلیه اما ما زمانی که میریم سر عملهای جراحی قلب این جوری تمیز نیست و یه لایه روش هست که در مورد اون صحبت خواهیم کرد خب میگه که تقریبا اندازه یک مشت گره کرده است قلب که 300 گرم هست وزنش و بین 60 تا 80 تا در دقیقه ضربه میزنه یعنی همون مربوط به همون ضربان قلب منظورشونه یه چیزی بگم موس من اینجوری بنفش رنگ حالا صورتی بنفش این رنگیه که حالا اگه یه زمان ایشون داشتن توضیح میدادم و من داشتم حالا روش توضیحاتی میدادم موس من رو ببینید و متوجه بشید که اینا با هم دیگه متفاوت هستن چون یه جایی من قراره که ویدیو رو برای خودمون برای کار جراحی استفاده کنیم و ممکن حالا ایشون نکات آناتومیکی بده که خیلی به درد ما ها نخوره ببینید 5 تا 6 لیتر کلا خونی که توی بدن آدم هست رو قلب داره پمپاژ میکنه پس باید یک چیز خیلی قدرتمندی باشه عضله خیلی زیادی داشته باشه اولین موضوعی که هست در مورد پریکاردیال ساک هست یا ساک پریکاردیال نمیدونم تا حالا اصلا این پریکارد رو دیدید یا نه یک لایه بسیار بسیار محکمه که از جنس فیبروز هست فیبروز هر موقع اسمش رو شنیدید بدونید که یک جنس خیلی محکم داره ببین قلب این شکلیه ما توی جراحی هامون قلب رو اینجوری میبینیم و یک لایه دورش قرار گرفته خب و اومده تا قسمتی از ناف این عروقی که به قلب میان تا حد حت حتی گرفته کار این لایه چیه کار اصلی این لایه دو تا عمل کرد دو تا فانکشن داره یکی این که اجازه نده قلب بیشتر از یک مقداری بزرگتر بشه یعنی اگر قلب اگه ما لایه این لایه رو نداشته باشیم قلب خیلی بزرگتر میشه یه فانکشن دیگهش هم اینه که بتونه با لایه هایی که داره که جلوتر خواهیم گفت حرکت قلب رو تسهیل میکنه مثل دقیقا مثل همون فانکشنی که پرده جنب داره توی ریاها ها هم برای اینکه بتونن حرکت کنن دو تا لایه دارن که روی همدیگه میلغزن بین اون دو تا لایه یک سری یک مایه وجود داره دقیقا همین حالت رو ما توی قلب هم داریم خب لایه بیرونی اون فیبروس هست فیبروز همونیه که اجازه نمیده قلب بیشتر از یه مقداری بزرگتر بشه خب اگه یه زمانی حالا جلوتر یک بیماری هست بهتون خواهم گفت خب اول میبینیم که این لایه‌ای که دور قلب هست رو اگر بیایم با یک تیغ جراحی برش بزنیم میبینیم که یک لایه داخلی داره که این میشه پریتال این میشه ویسرال خود حالا پریتال که بیرونی سبز باشه دو تا لایه است یه لایه بیرونی یه لایه داخلی البته این بیشتر از نظر آناتومیکی مهمه شاید اینجاش هم گیج کننده باشه همین چیزی که ایشون میخواد بگه رو من بگم بهتون بنابراین خیلی من لازم نمیبینم شما فقط بدونید که قلب به این شکله ببینید توی آناتومی این سبزه که بشه پریکاردی پریکارد احشایی ببخشید پریتال یا بیرونی و این لایه صورتی اول این دوتا با همدیگه پریکارد محسوب میشن اما جنسشون فرق داره این یکی فیبروزیه این یکی سروزیه هر موقع هم توی بدن اسم سروز که اومد این یکی سومی هم که میشه پریکارد ویسرال یا داخلی یا اون که توی داخلی ترین قسمت از اون عضو قرار میگیره خب اگر بخوایم یک برش این شکلی به قلب بدیم یعنی به این شکل و از پایین قلب رو نگاه کنیم ببینید ما الان از پایین داریم قلب رو نگاه میکنیم این حالا برای اورینتیشن ریاها هستن که زدرنگه این هم خفری قلبه این همون پریکارد ما هست که فیبروز نگاه کنید ایشون خودشون نوشتن لایه دوم همین پریکارده این یکی لایه است اینه که الان ایشون نشون میده و نکته جالب این که دو تا لایه بعدی ما در امتداد همدیگه هستن ببینید این پریتال لیر یا لایه پریتاله و این یکی ویسراله پس فهمیدیم که لایه بیرونی خودش دو تا حالت دو تا جنس مختلف داره لایه پریتال ما دو تا جنس مختلف داره یه فیبروزی یه سروزی این سروزیه به چه دردی میخوره؟ سروز هر موقع توی بدن اسمش اومد بدونید که مایه سروزی ترش رو میکنه ما همین رو توی پریتوان داریم که توی ویدئوی پریتوان در موردش صحبت کردم خب اینجا پریتوال این پریتال لیر هست لایه داخلی قسمت بیرونی یعنی این خارجی این بیرونی این داخلی و این هم احشایی ما هست داخلی ترین قسمت ما هست که میبینید بینشون یه فضایی وجود داره اون فضا همون فضای پریکارت هست که اینها بتونن این مایه پسروز ترشوه میشه که تر بتونه قلب حرکت کنه یک فانکشن دیگه از این پریکارت میتونیم بگیم که قلب رو سر جای خودش نگه میداره هم نمیذاره بیشتر از یه حدی بزرگ بشه هم قلب رو سر جای خودش نگه میداره مثل تمام حالا قسمت های دیگه از بدن که اونها هم با روبات های اون رو نگه میدارن با لیگامان ها خب ببینید قلب کار همین پریکارده خب الان بیایم اینجا یک حالت نزدیک ببینیم که خیلی بهتر خواهد بود ببینید این لایه اندوکاردیوم قلبه داخلین ترین لایه قلبه که با خون مستقیما سرکار داره این هم میوکارده که ازولانیه این ویسرال پریکاردیومه یا همون لایه ویسرال یا احشایی ما هست این اون فضای بین دو تا لایه پریکارد هستن پریتال و ویسرال این هم پریکاردیال اسپیس هست یا فضای پریکارد که اینجا اگر این مایه سروزی ما بیشتر از یه حدی باشه ببینید اگه این بیشتر از یه حدی باشه ما یک بیماری خواهیم داشت یک حال آرزه داریم به اسم تامپوناد قلبی که قلب اجازه نمیده این قلب بیشتر از یه مقدار خون بگیر اینجا اومده فضا و اینجا رو پر کرده باید یه و خیلی راحت بیمار رو میکشه اگه زمانی داشتید جور بیماری حتما اورژانسی هست و دنبال کارش انجام بدید براش که به جراش اطلاع بدید خب این همون قسمت پریتال پریکاردیوم بود که فیبروز لایر بود که امیدوارم الان این موضوع رو که ایشون خیلی تاکید داشتن ما بفهمیم متوجه شده باشید خب چمبرها چمبر یعنی اتاقک خب هارت چمبرز یعنی اتاقک های قلب حفره قلب خب که این حفره ها هستن خواهیم دید و همینطور عروقی که بهشون وصل میشه در موردش صحبت خواهیم کرد ببینید از دیافراگم به بالا رو از دیافراگم به بالا رو چی داره خوندهی میکنه بق... خونگیری میکنه از قلب یعنی خونه بالای دیافراگم هم... همش از سوپریور وناکاوا جمع میشه میاد سمت رایت ایتریوم ایتریوم یا همون دهلیز راست که خون دیروکسیژن رو میده یعنی خونی که بدن متابولیس باش انجام داده حالا پر از CO2 باید بره ریه که اکسیژنیشن بشه پایین تر از دیافراگم چی؟ IVC و نکاوا این دوتا با هم دیگه میان میریزن توی رایت atrium یا دهلیز راست یه دونه سوراخ اینجا داریم بهش میگن سوراخ سینوس کروناری سینوس کروناری منظور همون عروقی هستن که خود از قلب رو خوندهی کردن حالا خونی که وریدی هست از اونجا برمیگرده میاد این قسمت پس خون خود مصرفی قلب رو از این سوراخ که توی رایت ایتریم هست بر میگردونیم به قلب که بیاد و پمپاژ بشه به ریه ها که اینه این سینوس کروناری در موردش صحبت خواهیم کرد در مورد عروق قلب کلن کامل و مفصل خواهیم گفت لطفا بچه ها این, این, جر... این رو خیلی خوب ببینید این ویدئو رو و اون قسمت عروغش به شدت مهم هست چون که ما این رو برای زمانی که میخوایم در مورد کتلب صحبت کنیم و همینطور جرایی های قلب که میخوایم مثلا گرفت بزنیم دیگه نیم تکرار مکررات کنیم خب قسمت رایت right اتریم این دهلیز راست بدن قلب میاد و خون دیوکسیژنیشن دیوکسیژن شده بدن رو میگیره و اینجا خواهید دید که ما یه گوشکایی داریم که ایشون در مورد سوال این گوشک ها یک فضایی هستن توی دهلیز راست که باعث میشن که فضای اون حفره دهلیز بیشتر بشه که جای خونه بیشتری بگیره شاید میشه این رو مساوی با همون چینهای مغز در نظر گرفت مغزم چین میخوره که بتونه سطح بیشتری داشته باشه اینجا اومده یک فضای بیشتری رو ایجاد کرده به اسم گوشک راست قلب که خونه بیشتری رو توی دهلیز راست بتونیم داشته باشیم اینجا چی اسمشه اینجا اسمش فوسا اووالیس هست فوسا دیگه به معنی فریمن نیست این باقی مانده یک سوراخی بوده توی قلب در دوره جنینی ببینید ما توی جنین خون رو مادر اکسیژن میکنه اصلا لازم نیست جنین خون بیاد از بطن راستش و بره به ریه ها خود بدن یک حالتی ایجاد شده توش یک سوراخ داره بین دهلیز چپ و راست که باعث شده خونی که از بدن میاد از متابولیسم بدن میاد دیگه نیاد بره توی دهلیز بره توی بطن راست و پمپاژ بشه سمت ریا، چون مادر این کار انجام میده اینجا باعث میشه این خونه از اینجا بره توی دهلیز چپ و بره به بطن چپ و از اونجا به کل سیستم بدن پس این حفره بهش میگن فوسا اووالیس اووال یعنی بیزی و باقی مونده اون هست که یک سری بیماری ها هم داره که ما در موردش صحبت خواهیم کرد به اسم ASTVST که بحث طولانی و توی جرایه قلب در موردش حرف میزنم جرایه زیادی خواهیم داشت خب توی سمت راست قلب موقع که شما استرنوم رو باز میکنید یعنی قفسه سینه رو باز میکنید بیشترین چیزی که میبینید یکی دهلیز راسته و یکی هم بطن راسته و اصلا شما خیلی کم بطن چپ رو میبینید اون وره اصلا کلا زیر چشم شما نیست و این هم حالا در مورد این ویوی که این خطوطی که کشیدن حدود رایت ایتریوم یا دهلیز راست رو مشخص کردن خب ترایکاسپید ولو یا حالا فکر کنم جدیدا به اینها میگن مثلا دو لختی سلختی که من شنیدم جالب بود لط هست لط یعنی تیکه یا قطعه یا تیکه از یک پارچه این یک دریچه سلطی نها کنه یک دو سلط ما کل دریچه های قلبمون الا دریچه میترال همشون سلطی یعنی حالا در موردش صحبت میکنیم دونه بدونه اول اینکه یک دریچه اول ما یا تریکاسپید یا ترایکاسپید بهش میگن ایتریو ونتریکولار ولف اسم مختلفی بهش میگن ما بهش میگیم ترایکاسپید یا تریکاسپید هم توی فارسی خودمون بهتر میچرخه دوی زبانمون که بگیم تریکاسپید که سلطی هست و دهلیز راست رو به بطن راست یعنی یک دریچه هست که باعث میشه خونگیری قلب از اینجا انجام بشه و زمانی که بطن راست داره خون رو به ریه ها میفرسته این دیگه بسته بمونه دوباره خون بر نگرده توی دهلیز راست خب آتریو ونتریکولار هم اسمش بود رایت ایوی ولو هم اسمش هست این چند تا اسم مختلف داره شما همون ترایکاسپید هم بگید کافیه خب ببینید اینجوری جریان خون این شکلی میاد توی راست برای چی؟ برای اینکه این میخواد خون رو بده به ریه ها خب خون از کجا میاد؟ خون رو ما از رایت ای وی رایت ونتریکولار میدیم به پلموناری ترانک یا تنه پلموناری این یک شریان ها یادتون نره این یه مالا سوال کنکوری و سوال همیشگی و ساده یه دیگه تنها شریانی که خون اکسیژن میبره شریان ریوی هست یا پلموناری آرتری چون که اینجا قرار خون رو از بطن راست ببره به ریه ها اکسیژنشون کنه و برگردونه و تنها شر... وریدی که خون اکسیژن داره ورید اه... پلموناریه که اینجا میبینید اینها هستن که خونی که اکسیژن شده میارن حالا در موردش میگم توی ویدئویشون هم کامل توضیح دادم خب ببینید اینم حدود بطن راست رو ببینید توی این چیزی که ایشون مشخص کردن کامل بیشتر سطحی که ما توی عمل جراحی داریم میبینیم اینجاست یعنی رایت ونتریکول رو میبینیم خب حالا عمل کرده این دریچه ها چجوریه؟ خیلی دریچه ها جالب هستن عمل های جراحی که در مورد دریچه ها هستن که دریچه های مکانیکی و دریچه های بیولوژیک هستن جز سرفصل خواهد بود خب این چیه؟ این دهلیز راسته ببینید این هم بطن راسته اینها بهشون میگن چی پاپیلاری ماسل پاپیلاری به معنی یک حالت یک اکستنشن یک اضافه از این قسمت از خود از قلب از میوکارد اکستند شدن یعنی گسترده شدن و بهشون یک سری کورداتن تندنه یک تاندون هایی که اسمشون کوردا کوردی تندنیت هست در اصل ما فکر کنم توی فارسی توی کتابای فارسی میگن کردا تندنیت یا تاندون های کردا ولی کرده ای تندنیت که حالا تلفظشه اینها باعث میشن که این دریچه ها رو نگه دارن الان توی یک انیمیشنی که میبینید حالا توی این عکس هم خیلی بهتر توضیح دادن و نشون دادن این ونتریکله و این هم کوردا تندنیت و این هم پاپولاری ماسل که اکسشن های ازولانی هستن خب عملکردش کردش ببینید از دهلیز راست خون میاد توی بطن راست یعنی از ایتریوم به ونتریکل دو تا دریچش همین شکلی ها در دیگه قلب هم همین فانکشن همینه هیچ فرقی نداره خون میاد اینجا حالا ونتریکل که میخواد خون رو بفرسته به یه جای دیگه ای به یه بفرسته به ریه یا بفرسته به سیستم بدن این توی برگشت نباید دیگه اینا باز بمونن ببینید اینا از برگشت خون به اتریوم جلوگیری میکنن الان میبینید ببینید به این شکل خونی که میاد و صدای اسوان توی این قسمت خواهی چینید توی سیستول خب اینجا ما اگر این تاندون هایی که داریم دچار اختلال بشن یک اتفاق میفته به اسم ریگورجیتیشن خوبه ببینید زمانی هم که خیلی داره بهشون فشار میاد شبیه گنبد میشن یعنی خون داره میاد اینجا که بره یه قسمت دیگه بره ریه ها مثلا بره ریه اینجا اینقدر بهشون فشار میاد ولی این تاندون ها نگه میدارن این دریچه را. حالا فکر کنید این تاندون ها نباشن یا مشکل داشته باشن اتفاقی که میفته اینه که خون بیاد از اینجا بره توی دهلیز راست که به این برگشت خون بهش میگیم یا برگشت اضافه خون خب اینجا که دیگه کامل فانکشنش رو دیدید و اون موضوعی هم که خدمت شما عرض کردم اینه که اینها جلوگیری میکنن از اینکه خون برگرده خب این هم ایشون کامل نشون دادن و ضعف در این دریچه رو دیدیم اینجور دریچه ای باید تعویز بشه و عمل تعویز دریچه جزء عملهای جذاب جراحی, جراحی قلب و عروغه خب ببینید اینجا این قسمت این دریچه تریکاسپیدمون بود و این هم دریچه پلموناری ولو خوبه اجازه میده که خون بیاد از اینجا بره توی پلموناری آرتری خوبه پلموناری آرتری که بره به ریه چپ و ریه راست این خونی که الان داره میره خونیه که دی اکسیژن است هنوز اکسیژن نرفته نرفته ریه خب عملکرد این دریچه چجوریه؟ این پلموناری ترانک یا آورت این دوتا دریچه یا اینا یا توی آورت هستن این دریچه ها یا توی همین قسمت تنه شریان پلموناری هستن دوتاش فانکشنش مثل همه خونی که از ونتریکل دادن به اون شریانه دیگه نباید برگرده دیگه خوبه توی جریان سی... سیستول زمانی که خون داره فشار میاره به این قسمت که بره حالا توی دیاستول نباید دیگه دوباره اینا برگردن و باز بمونن برگشتشون یعنی ایراد طرف مثلا میگن که میترال ولو رگورجیتیشن داره یا مثلا مشکل دریچه قلب داره اینها اینجور مشکلاتی هستن خب خون الان رفته توی ریه ها و بریم روی ریاها ها رو هم ببینیم که به چه شکلی این خونه اونجا د یعنی اکسیژنه شدنش انجام میشه خب یادتون نره که آرتری همیشه به معنی آرتری یعنی شریان که از کلمه ایش ایشون حالا اومده کد داده برای خیلی دیگه پایه توضیح دادن ای یعنی اوی یا دور از بدن هر موقع میگیم آرتری یعنی یه چیزی که داره خون رو از قلب به سمت اندام میمه هر موقع میگیم وین یعنی داره بر خون رو اما متوجه باشید که همیشه آرتری ها خون اکسیژنه دارن ورید ها خون غیر اکسیژنه یا دارای سی او دو میارن اما تنها چیزی که این رو نقص کرده این پلمونری آرتری و همینطوری همینطور پلموناری وین هستن خب رایت right. چیز رو دیدیم پلموناری ها رو دیدیم ایشون میخوان الان در مورد اینکه چه این خون میره توی ریه ها و اون اکسیژن میگیره توضیح میدن خب ببینید اینها برونشیول هستن این قسمت برونشیول ها هستن اینا هم این قسمت واحد هوایی هستن آلوول ها هستن که بهش میگن آلوول ساک که اینجا اکسیژن آدم دم یعنی نفس, نفس میگیره اینجا که اکسیژن بیاد این داخل و سی او دو در بازدم برگرده خب اینجا توی عروقی که ما دادیم ببین این قسمت اینها عروق پلموناری هستن شریان پلموناری میان و خون رو میدن اینجا اکسیژنه میشه و بر برمیگرده بر سمت بدن خون اکسیژن شده که دیگه بیاد و دیگه کار قلب بیفته سمت چپ سمت چپه که دیگه خون رو بده به کل سیستم بدن آدم از مغز تا ناخونای پا خب این قسمت رو هم با هم دیگه دیدیم من یه مقدار رد کنم که برسیم به سمت چپ قلب خب میارم به کجا به لفت اتریوم یا دهلیز چپ زمانی که اینها برگشتن به دهلیز چپ ما خون اکسیژن شده و قرمز داریم اونجا خون سیاه بود و حالت کبود بود یه جوری توی مالا ورید ها میبینید زمانی که آنجوکت میزنید برای یه نفر خون وریدی همیشه خون تیره ایه خون روشن نیست هر موقع رفتی توی شریان میبینید که یهو خون پرفشار رو روشن میاد که نشون دهنده اکسیژن بودن اکسیژن داشتن اون قسمت هست خب توی نمای پوستریور اگه ببینید این قسمت میشه لفت آرت لفت و اینها میشن هم پلموناری وین و اونهایی که خون رو از ریه ها آوردن به سمت قلب خب در ادامه خون که پر شد از لفت اتریوم پر شد اینجا میاد و خون رو میده به ونتریکل چپ یا ده... یا بطن چپ پوستیور بردر قلب رو خب دو تا قسمت تشکیل میدن یعنی اون حالت پشت قلب رو نمای پشت قلب رو لفت ایتریوم تشکیل میده و لفت ونتریکل یعنی دهلیز چپ و بطن چپ خب دریچه ای که اینجا ما داریم یک دریچه خیلی معروفه به اسم مایترال که اسمش جالب از چی گرفته شده این اگه برعکسش کنیم اینا رو بهش این کلاه رو بهش میگن مایتر که دیگه اسمش رو گفتم که این خیلی شبیه این کلاه این کشیش هاست اسمش رو بذاریم مایترال والب یعنی یه چیزی که شبیه کلاه کشیش هاست. این هم جالب بود و توی ذهنتون میمونه یک دریچه دولتیه دو تا دو قسمت هست دیگه مثل اونا ستایی نیست خب اه میترال اه یا ما میگیم میترال یا مایترل ول دریچه میترال ال داره به معنی لفت که ایشون حالا کد داده برای اینکه بچه‌ای که میخوان حفظ کنن ترم اولی هستن میخوان آناتومی یاد بگیرن این هم یک کد جالبیه که توی ذهنشون میمونه خب خون اومده توی لفت ونتریکل حالا توی سیستول هستیم میخواد خون رو بده به جریان آورت که بره توی بدن اینجا دیگه این دریچه میترال اجازه نمیده خون برگرده به دهلیز چپ خب خون میاد توی آورت آورت چیه؟ آورت یک رگ بسیار بزرگه که اصلی ترین شریان بدن محسوب میشه به این تفاوت میوکارد قلب راست و چپ رو ببینید ونتریکل راست و چپ ببینید اینجا خیلی فشارش بیشتره ما راحت اینجا میتونیم فشارم بین 10 تا 20 باشه اما اینجا بین 10 تا 12 میتونه به راحتی این دریچه پلموناری رو باز کنه اما این دریچه باید با فشار بیشتری باز بشه که خون بیا توی آورت و بره توی کل بدن خب این ونتریکل چپ تا نوک قلب رو کلا تشکیل میده یعنی اگه کل قلب رو حساب کنیم بی عمده این قلب آدم رو بطن چپش تشکیل میده که آورتیک ولو یا دریچه آورت اینجاست ببینید دریچه آورت اینه که خون رو از ونتریکل چپ یا بطن چپ میاره و اجازه نمیده برگرده به خود ونتریکل این فانکشن این دریچه است ببینید اینجا هم ایشون کامل توضیح دادن خون از اینجا رفته توی آورت و حالا میخواد برگرده این دریچه آورت اجازه این کار رو نمیده ما داریم تعویض دریچه آورت داریم تعویض دریچه میترال داریم بیشتر این سمت چپ قلبه که مشکل داره چون که قدرت بیشتر اونجاست و کار بیشتری انجام میده خب میاد و این آورته دیگه خون کل بدن رو میده از خود قلب گرفته تا مغز و دست و پا و تمام بدن رو دیگه از طریق این آورت خون میکنن من آورت توراسیک رو قبلا آورت لومبار رو کامل توضیح دادم که چه شریان هایی داره انشالله یه دونه ویدیو هم در مورد قسمت توراسیک این شریان بزرگ خواهم ساخت و یه دونه هم در مورد قوسش خودش به سه قسمت تقسیم میشه خب خود قلب از چی خون میگیره ببینید اینا انگار آقای ابو علی سینا استاد و تب... طبیب بزرگ ایرانی ایشون متاسفانه اشتباه کرده بودن خب حالا بر اثر اینکه اون زمان خیلی امکانات نبوده فکر کرده بودن که خود قلب میاد از این اکسی... از این خونی که توش هست تغذیه میکنه در صورتی که سرعت خون و فشار خون اینقدر اینجا بالاست که اصلا فرصت این کار نمیشه که میوکارد بخواد از این تغذیه کنه و دوباره خون رو بهش بده این امکان نداره و بعد ها میان یک پزشکانی که متوجه میشن خود قلب یک سری عروق داره که بهش میگن عروق کروناری کروناری ها خون رو از همون آورد نشعت میگیرن خون رو به خود قلب میدن و مجددا یک سینوس کروناری داریم که یک وین یا کاردیاک وین بهش میگن کاردیاک وین ها هم میان و خون رو به خود قلب برمیگردونن و پروسی خیلی جالبیه که اول اولها که این رو کش میکنن براشون خیلی شگفت انگیزه خب حالا بریم و ببینیم این شریان ها و ورید هایی که به خود قلب خون میدن و کلی هم آدم داریم که مشکل دارن توی این موضوع چیا هستن خیلی براتون مهمه لطفا اینها رو از این قسمت خوب یاد بگیرید تا الان همه چی که خیلی خوب ایشون گفته و منم سعی کردم توضیحات هم کامل باشه ببینید این عروقی که به قلب داره خون میده از خود آورت نشأت میگیرن ببینید از خود آورت این آورت از خود آورت نشأت میگیرن که ما بهش میگیم این سالکس به معنی یک شیار کوچیکه که یک یک عروقی توش قرار میگیره یک شیاره که روی قلب هست خب دریچهش کجاست ببینید اگه اون دریچه سلتیه در واقع آورت رو در نظر بگیریم ببینید این حالت ستایش این دریچهش اینجا میشه ببین توی این قسمت که یکی از عروقی که به قلب راست خون میده که بهش میگیم رایت کوروناری آرتری از سمت راست همین یکی از این لط راستش میگیره یه دونه دیگه شریان ما داریم برای قلب به اسم لفت کوروناری آرتری که از سمت همین لط چپ هست که در مورد اینم هم اونم هم سوراخش همینجا باز میشه خب الان این آورت این, این, این بزرگ آورت این خون رو میده به رایت کروناری آرتری خب رایت کروناری آرتری دریچهش توی سمت راست لطه راست دریچه آورت خود همین چرا مثلا میگیم کروناری ایشون گفته که به خاطر اینکه شبیه کراون کراون یعنی تاج و چون که اینها شبیه تاج هستن میچرخن توی قلب و چرخیدن دور قلب گذاشتن کروناری شبیه کرون یا تاج خود این رو ما گذاشتیم رایت کروناری آرتری خوبه یا اختصارا RCA که خودش یه شاخه میده به SA نوت همونی که پیس میکر قلبه RCA میاد پایین تر ببینید میاد پایین تر و اینا یه سری عروق مارژینال هستن که مهم نیستن و میره پشت قلب پستریور دیسندینگ آرتری رو تشکیل میده که قسمت پشتی بین دو تا بطن رو این خونرسانی میکنه پس PDA از RCA گرفته رایت ونتریک رایت کوروناری آرتری رفته به پشت ببین این پشت دیگه این خط ها پشتن PDA شده که میشه posterior descending artery موقع که میرید توی کتلب و میبینید که جراح داره یا فلوشیپ اینترونشن قلب ماده حاجب میزنه قشنگ اروق قلب رو میبینید اونجاست که آناتومی به درتون میخوره میگه که آقا آرسیهش گرفته یعنی از اینجا تا اینجا میشه آرسیه همش از اینجا به پایین میشه چی؟ PDA میگه که آقا PDAش گرفته PDA قسمت پشتی قلب با کتترهایی میرن و براش استنت میذارن در مورد اون هم من عمل خواهم ویدیو خواهم گذاشت که اون هم یاد بگی هرچند که بچه اتاق عمل با اون جا کار زیادی ندارن خب پس آرسیه رو دیدید یکی سمت قلب سمت چ... راست قلب رو داره خون میده به همون رایت بودنش گوش کنید و پشت قلب که میشه پیک پستریوره یکی دیگه هم عروق ما داریم که اون مهمتر از اینم هست حتی چون بیشتره افرادی که آتروسکلوروز میگیرن توی سمت چپ قلب میگیرن ببینید از همون آورت باز و از سمت چپ اون لط چپش ما یک شریان کوچولو اول نشعت میگیره به اسم لفت کوروناری آرتری ببینید LCA سی ای خب های قلب رو باز مجددا از بالا ببینیم این سمت چپش بود این سمت راستش بود از سمت چپ یک ورودی داره که این شریانه ساخته شده این طول این شریانه اینقدر یک سانت هم نمیشه ها یک سانت کلا خیلی کوچولوه این خودش جایی رو خونده ای نمی کنه نگاه کنید اصلا جای خاصی رو خونده ای نمی کنه. میاد پایین تر میشه دو شاخه اون دو تا شاخهش مهمه خب اولیش اسمش LAD هست Left Anterior Descending چپ جلو به پایین پس میشه این شریانه که جلوی قلب رو خوندهی میکنه اینو میشه گفت که متقابل با پی دی ای است اون پشت قلب رو میزد این جلوی قلب رو داره خوندهی میکنه این رو هم یادتون باشه شریان های قلب 100 درصد مهمتر از ورید های قلبی هستند و اینها رو خوب یاد بگیرید حالا وریدار هم یاد نگرفتید اصلا مهم نیست بریم خب اون میاد و سمت چپ رو خوندهی میکنه جلو و پایین اینجا یادتون نره که ما اینجا توی این عمل توی این ویدئوی آموزشیمون کل عروق رو به ریز نگفتیم آه. یادتون باشه. ما باز هم عروقی داریم به اسم عروق دیاگونال، عروق مارژینال که من دیگه خیلی حالا به خاطر اینکه خیلی سخت میشد دیگه توضیح ندادم پس فکر نکنید فقط عروق قلب و ریس شاخه‌ها دارن اینا بهشون دیگونال یک دو سه به سمت پایین میان اینجا هم اسمش این یکی اسمش مارژینال اپتوس نمیدارم چی حالا یه سری اسمای دیگه دارم و من به نظر خودم همین شما اصلیاشو یاد بگیرید خیلی خیلی زیاده خب شاخه دوم شاخه دوم اسمش چیه لفت فلکس آرتری ببینید از C و Xش حرف برداشتن که از همون LCA گرفته لفت coronary آرتری شده دو قسمت یکی میاد جلوش رو خونده ای میکنه جلوی قلب رو یکی هم رفته و سمت چپ قلب رو یا بطن چپ قلب رو کلا خونده ای میکنه خب اگه خوب دقت کنید باید بدونی که بیشتر موارد این LED و LCX هستن که دوچاره مشکل میشن و توی کتلب ها اگه برید میبینید که اینها بیشترین مشکلات رو دارن توی اتاق عمل های جراحی قلب هم به همین ترتیب خب L6 که میشه لفت سیرکونفلکس یعنی چرخنده و حالا اینجور معنی میده تقریبا و اینجا اسمش گذاشتن LCX خب حالا ورید های قلب اینها اسمش گذاشتن کاردیاک وین یا وینهای قلبی که یک سینوس کروناری ما داریم ببینید سینوس کروناری هر جایی که اسم سینوس اومد بدونید که اون خودش مجموعه ای از عروق بهش میرسن خوبه اینجا اسمش گذاشتن سینوس کروناری چرا که وریدهای دیگری میان به این وصل میشن همگی با هم یکی میشن این میاد میریزه به همون لیز راست ما همون ابتدای ویدیو اگه یادتون باشه ما داشتیم یک ورید دیگری داریم به اسم Great Cardiac Vein که این مساوی با LAD هست LAD کجا بود؟ شریان LAD بود Left Anterior Descending مقابلش میشه چی؟ میشه Great Cardiac Vein Great Cardiac Vein هر جایی رو که LAD خون میده اون خونش رو میگیره اینم از این یکی یکی دیگه هم داریم به اسم Middle کاردیاک وین که اون هم تمام آرسی رو خونگیری میکنه هر جایی که آرسی خون داده باشه بهش این میدل کاردیاک وین میاد و خونش رو میگیره میبینید خیلی به وین ها اهمیت نمیدن یعنی وین ها به خاطر اینکه فرصت بیشتری هستن و دارن و خیلی اورژانسی نیستن خودشون آنژیوژنز میکنن و عروق جدید میسازن در کل این دوتا تا عروقی که بهتون گفتم گرید کاردیاک وین و میدل کاردیاک وین حالا اسمال کاردیاک وین هم اون بود پایین دیدید دوتاش با همدیگه میان میریزن به یک سینوسی به اسم سینوس کوروناری سینوس که اینم دور قلبه میاد میریزه توی دهلیز راز که بره توی بطن راز مجددا به ریه ها و برگشت به ونتریکل چپ خب کل حروق رو دیدیم الان هم این رو میبینید RCA رو میبینید LCA رو میبینید ببینید اینها رو من مجددن بگم آورت رایت کروناری آرتری Left کروناری آرتری رایت کروناری آرتری میاد پایین میاد 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 میره اون پشت حالا شما دست من رو پشت ببینید PDA میشه به سمت پایین لفت کروناری آرتری خودش دو قسمت میشه LAD و LCX LAD left anterior descending که کاردیاک گرید کاردیاک وین مساوی با اون این آبیا میشه کاردیاک وین گریت کاردیاک وین و این قرمزه که شریان باشه میشه ال در سمت پشت قلب ما باز مجدد همین عروق رو باز براتون خواهم گفت که l 6 رفته اون بر و به پشت بطن راست اینجا ببینید ار رو داریم شریان ار ای و پی ای که میدل کاردیاک وین هم میومد اون که پی ای خون داده بود رو خون میگرفت اگر براتون ورید ها سختن اصلا حفظشون نکنید فقط اسمشون تو ذهنتون بمونه کافیه ولی شریان ها حتما حتما حفظ بشن چون که خیلی برای ما مهم هستن که در نهایت وریدها ها میان میریزن توی سینوس کروناری و بعد دهلیز راست خب یک جنبندی کلی ایشون دارن که من هم توضیح خواهم داد دیگه ویدیو تمام میشه حالا ایشون خودشون یک کانال یوتیوب هم دارن خودشون پروفسور آناتومی هستن حالا یه سری ویدیوهای خیلی خوبی هم دارن من هر کدومشون رو که ببینم خوبن حتما برای شما خواهم آورد و ازشون استفاده میکنیم خب یک نمای کلی از کارمون رو ببینیم رایت اتریوم یا دهلیزه راست و بعد خون رو میریزه توی بطن راست بطن راست خون رو میده به پلموناری آرتری پلموناری آرتری میبره توی ریه ها اون رو اکسیژن میکنن، حالا برمیگرده به دهلیز چپ. خون از طریق پلموناری وین ها که اکسیژن شده برمیگرده به دهلیز چپ، دهلیز چپ از طریق دریچه میترال میاد توی ونتریکل چپ یا بطن چپ. بطن چپ هم اون رو با فشار خیلی زیاد میبره به کل جریان سیستمیک بدن تمام سلول های بدن از این خون استفاده خواهند کرد خب امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید برای دیدن ویدیوهای بیشتر میتونید به وبسایت بنده با آدرس ایران اوار مراجعه کنید اونجا به صورت روزانه ویدیوهای بیشتری رو قرار میدم موفق و معید باشید